مردم، انتخابات میراث انقلاب مشروطه است و رأی دادن حق من و شماست، همچنان که رأی ندادن حق من و شماست. مشارکت زمانی موجه است که انتخابات معنادار باشد و تنها در صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد و هر ایرانی که تواند نامزدی که مطالبات و دیدگاه‌های نامزدی که بتواند مطالبات و دیدگاه‌های او را نمایندگی کند بیاید و بتواند به بیع و سوگندش برای حفاظت از قانون اساسی، استقلال و یک پارچگی و اعتلاء جایگاه ایران و تأمین حقوق ملت اعتماد کند. در انتخابات فرمایشی رأی دادن ترجیح ندارد و هیچ قدرتی برتر از قدرت بی‌قدرتان نیست زمانی که اراده می کند. پیام من به حاکمیت این است: ما با شما با زبان قانون و متکی بر حقوق قانونی خود سخن میگوییم، اما سخن خود را دلسوزانه، صریح و بی‌لطنت میگوییم. ما برای نیل به حاکمیت قانون و اجرای عدالت و بهره‌مندی از حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته است با شیوه های مسالمت آمیز عمل می کنیم. در این حال تسلیم قانون شکن ها نمی شویم. قانون شکنی ها را بر نمی تابیم و به افشای ستم ها و سرکوب ها آنقدر ادامه می دهیم تا در نهایت شما هم راه نیابید جز این که به قانون تمکین کنید. ما از پیمودن راه آزادی و عدالت با همه هزینه هایش نخسته می شویم و ناامید. نه از شما می ترسیم و نه در دامن خشونت می قلتیم. متعهد می شوم به حق حاکمیت ملت خیانت نکنم و همواره پاسدار حقوق و آزادی های قانونی شهروندان باشم و مصالح سیاسی را دستمایه و بهانه تفره رفتن از وظایف قانونی و اخلاقی خود قرار ندهم. می دانم که گروهی مطالبات فوق را رویاپردازانه تلقی می کنند، اما من هم تیم و برنامه برای اداره کشور دارم و هم رویاهای زیادی دارم. رویای رفع تبعیض و تحقق عدالت، رویای رفع فقر و فساد و بیماری و بیکاری، رویای رفع گرانی و تحریم، رویای دوستی و همکاری و همدلی، رویای ایرانی آباد و مستقل و توسعه یافته، رویای انتخابات آزاد، رویای حکومت قانون و رویای عدالت و آزادی. آری، من نامزد شدم تا افزون بر معرفی همکاران و ارائه برنامه رویای آزادی و عدالت را زنده نگه دارم. اختلافات عقیدتی و سیاسی موافقان و مخالفان نباید ایران را به ورطه آشوب و هرج و مرج بکشاند و میهن مادری را رنجورتر سازد و میراث گرانسنگ پدران و مادرانمان را بیش از این تخریب نماید. من سید مصطفی تاج‌زاده، یک شهروند ایرانی، همسر زنی که به او افتخار می کنم و در بسیاری از عرصه‌ها وی را شایسته‌تر از خود می دانم، پدر دو دختر که فارغ از سبک زندگی و عقایدشان عاشقانه دوستشان می دانم، امروز در مقابل شما ایستادم تا بگویم خروج از وضعیت نامساعد کنونی ممکن است. کافی است روندهای اشتباه پایان یابد و این در گروه مسئولیت پذیری شهروندی و تلاش و فداکاری همگان است. فوری‌تر از همه بازگشت حکومت به مردم است. من نامزد ریاست جمهوری شدم، اما دعوای قدرت با هیچ کس ندارم. برای آشوب یا به خیابان کشیدن مردم ثبت نام نکردم. بر این باورم که مطالبات ملت
باید با روش‌های مسالمت‌آمیز اما با بیانی صریح و صمیمی تا مرحله تحقق دنبال شود. من با انتصار و تک‌صدایی در صدا و سیما مخالفم، با فیلترینگ در شبکه‌های مجازی مخالفم. من رشد اقتصادی را در دسترس می‌بینم و مهار گرانی و تورم را که کمر قشرهای وسیع از مردم را خم کرده است ممکن می‌دانم. ما می‌توانیم و باید به گرانی و رکود و بیکاری که گروه‌های بسیاری را به زیر خط فقر رانده، پدران و مادران زیادی را شرمسار فرزندان کرده، کرامت میلیون‌ها شهروند را نشانه گرفته و جایگاه ایران را در جهان تضعیف کرده است، پایان دهیم. مرگ‌خواهی برای اینان بس است. پیام من دوست داشتن زندگی و تلاش برای افزایش شادی و امید است. من برای گفتگو و تعامل و همکاری آمدم. با نظارت استصوابی و سلب حق نامزدی از هر ایرانی واجد شرایط در قانون اساسی مخالفم. من با نگاه طالبانی و داعشی به دین مخالفم. معتقد به حجابم ولی با حجاب اجباری مخالفم. من با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مخالفم. با سلب حقوق هر شهروندی، با هر عقیده و مذهبی و قومیت و زبانی مخالفم. من با سیاست خارجی پرهزینه و آمریکا ستیزی و روسیه دوستی مخالفم. من با دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و انتخابات مخالفم. با شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی و سپردن اموال ملت به باندهای بینام و نشان مخالفم. مردم شریف و صبور ایران، من سید مصطفی تاج‌زاده، یک شهروند، یک اصلاح طلب، معاون بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد دولت مهندس میر حسین موسوی و معاون سیاسی وزارت کشور دولت آقای خاتمی، یک زندانی سیاسی 7 ساله و یک ایرانی، امروز رسماً نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 شدم.